های های آقا، میخوایم بریم سراغ تنظیمات. ستینگ دوتا چه تنظیماتی خوبه، چرا خوبه، نقطه مثبتش چیه، نقطه منفیش چیه، چقدر طول میکشه باش کنار بیایم، آیا تأثیری داره یا نه. من راجب یه نسخه هست از این تو آپارات که شاید مال 10 ماه پیشه، 7-8 ماه پیش، ولی تصمیم گرفتم نسخه جدید بدم چون چیزای جدیدتر خودم از توش پیدا کردم که میخوام الان بهتون بگم و تضمین بکنم یه سری چیزا رو. خب قبل از اینکه بگم اینا رو میخوام یه سری تضمینا بکنم. رنکتون اگه زیر 4000 و یه هفته با این تنظیماتی که من بهتون ساجست میدم بازی کنین، حداقل 500 تا میذاره روی ممارتون، حداقل. پولی هم لازم نیست بدی که آ میخوای پول بگیری تضمین کنی. نه من چیزی الکی تضمین نمیکنم، چون 11 ما زحمت نکشیدم خود اسم خودم برام زیر سوال برای حالا هر تعدادی که هستن. مستقیم قبل یه چیزی بهت بگم الان خوب زدی تیم. ببین پوزیشن یکمون بزن مرتضی و سندرس، پوزیشن دو زوم زیگزاگ، پوزیشن سه که خوب محسن وکس، پوزیشن 4 موین کولد، پوزیشن 5 احسان دارک. همین دیگه ترکیب عوض شده. خب آقا بریم جلو. تو ابیلیتی بکیا به من استرتون به من میگم داداش چرا یوز لگسی کی بده، یه چند تا دلیل بهت میگم و برمیگردم همینجا. من خودم 2-1 باز بودم و 2-1 بازی میکردم، ولی وقتی این طرز متوسط کردم خیلی راحت تر شد برام به هزار دلیل، به هزار دلیل. حالا میخوام چند تاشو الان بهتون بگم که فکر کنین منطقیه، مگر اینکه پلیر خیلی قدیمی باشین، 6-7 سال بازی کرده باشین که دیگه کلن عادت کرده باشین. ولی خدایش منم از 6-7 سالگی بازی میکردم، واقعا فکر نکنین چیز کمیه، میدونین واقعا چیز خیلی زیاد. What the fuck، چرا انقدر تیپ؟ لول مرسی امیر، امیر احمدی بابت تیپت، من عشق منی واقعا مرسی. اوکی برگردم چیزایی که میخوام بهتون بگم. داشتم میگفتم آقا یوز لگسی کود، میگم یوز لگسی کود، لگسی 2-1 بگم، یه سری خوبیا داره. خب خوبیش اینه که لازم نیست دیگه هم بکشی، کسی که 2-1 بازی کردم یا 2-2 مثل همون بازی میکنن. خب ولی یه سری هیروها تو دوتا هستن که لولاشون با کیوه و اکثر 2-1 پلیرا تو آیتماشون کیو رو دارن، 99%شون کیو اسپیس بلا استثنا، کیو اسپیس تاب. یعنی من تو گیم نت یادمه کسی نبود که تو قسمت آیتم یوز کردناش کیو اسپیس تاب نباشه بلا استثنا، همه از دم. و این برای سری هیرو به مشکل میخوری، یعنی اگه من مثلا بخوام مثلا یه هیرو بازی کنم که با کیو باشه به مشکل میخورم. و وقتی مثلا اینووکر بازی میکنم ببین دکمه پرپخش وای ایکس نمیدونم تی، اما یه دی دارم یه اف و همیشه میدونم که از این چارچوب خارج نیست، از این چارچوب خارج نیست. من شاید بالای 10-12 بار ابیلیتی عوض کردم، بالای 20 بار آیتمامو عوض کردم و الان تقریبا 5-6 ماه دارم با این ستینگ بازی میکنم و واقعا پیشرفت کردم. روبیک دقیقاً روبیک، اگه کسی اینجوری بازی کنه روبیک زیاد براش سخت نیست، اما اگه 2-1 بازی کنی برات سخته. میدونی چرا؟ الان آبادان 2 کرد، خب من 6 کردم، الان 2 آبادان چه دکمه ایه؟ بعد میدونی بدبختیش کجاست؟ اون لیوله رو به 2-3 کیو باشه، بعد آیتمت هم کیو باشه، شیطان، یعنی ناموسن شیطان، میدونی؟ مشکلات خودشو داره، کاری ندارم. اما میخوام کیبوردو بیارم بالا. خوبیه این ستینگ رو بهت بگم، قبلا این کارو نکردم ولی این دفعه میخوام این کار کنم. مثلا یه تیکه داره کیبورد رو باید جدا کنم ازش. خب ببینی من میخوام وایسم بگم چجوری دستم رو کیبورده. اوکی خب قشنگ بهتون بگم که
Baby, nincs arra, mert szeretünk a duszára. Már, de azt hiszem, jelent sincs ízje. Jönni? Te موقعی که میخوام زد بزنم دو تا انگشت من هیچ وقت تکون نمیخوره. یعنی من وقتی میخوام دکمه پایینی رو بزنم با انگشت دومم خیلی راحت یوزشون میکنم و همیشه دستم این دو تا انگشتم رو اسپلای اصلیم هست. این دو تا انگشتم میره برای یوز کردن زد ایکس سی و اسپیس هم که با 60. یعنی من اسپیس هم اسپیس وی و ان اسپیس وی این چهار تا دکمه مال 60 منه وی بی ان اسپیس. ببینین یعنی هر انگشت من یه دایره رو کیبورد داره. اینجوری نیست که من بیام مثلا با انگشت دومم تقریبا مثلا یه تیکه کیبورد رو پوشش بدم. اینجوری نیست. یه سنتر رو داره هر انگشت من با این ستینگ. یعنی ستینگیه که کامل خیلی زمان برده که من بهش برسم و خب یه سری چیزاش هم رو حالت دیفالت دوتا هست. بس آقا این QW من دوتا انگشتم همیشه این بالا هست و با انگشت دومم میرم سراغ این تیکه کیبورد و موقعی که میخوام تبیوس کنم هم کنار همینجا دارمش. میبینی؟ کسی که کنترل گروپس بازی میکنن خیلی به درد بخوره این ستینگ براشون. یعنی کسایی که پیل بازی میکنین، آقا بازی میکنین یا چن بازی میکنین یا حتی اگه میخواییم با منتا بدل بزنین که راجبش بارا توضیح دادم، این تنظیمات خیلی اوکیه. اما یه چیزی که من راجب کویکس میخوام بهتون بگم، آقا یه سری ها کویکس نمیخوام بازی کنن، خب ایرادی نداره چون اون اوکیه، اون هم خوبیای خودشو داره هم بدیای خودشو داره. اما کویکس خوبیای خیلی زیادی داره، بدیای بدی هم داره، خیلی بد. الان بهت میگم بدیاش چیه که خیلی خیلی زمان میبره تا باش اوکی بشی، ولی اگه اوکی بشی یه چیز تمام عیار کویکس، یه چیز تمام عیار. آه مرسی بابت تیپات، مشتی دمت گرم. بذار من لسه کیبورد بذارم پایین بچه ها، امیدوارم نتم قطع نشه الان چون USB گوشیم قطع وصلی داره. خب آقای نزین، پس این راجبه آیتما که آقا من روی همچین حرکتی دارم، آیتمام قسمت دوتا ردیف پایین کیبوردو میگیره، کنترل گروپس هم قسمت بالای کیبوردو میگیره، به علاوه یه تب که من فقط برای میپو ازش استفاده میکنم و همین. یعنی میبینین یه تیکه قسمت کیبورد مربوط به کنترل گروپس همه 1 2 3 4 5، یه تیکه مربوط به لول همه به علاوه دو تا دکمه و یه تیکه قسمت پایین کیبورد مربوط میشه به آیتما که همیشه قاطی نمی کنم. میدونم اگه رفتم قسمت بالای کیبورد فقط مربوط به کنترل گروپ سمه، اومدم پایین تر مربوط به لول همه، اومدم پایین تر وسطم بازم دو تا لول همه، اومدم پایین همش رو آیتمه. یعنی اینو تو ذهنم دارم، قاطی نمی کنم هیچ وقت. الان بهت میگم گاکنه، الان همه رو میگم داشت، این قراره چیز کامل باشه براتون. درسته؟ خب نه کامل میگیم و استریم رو قطع وصل میکنیم، کیفیت رو امیدوارم درست بشه. خب پس اینو گرفتین، بریم سراغ کویکستم توضیح بدم و بعد بیام بیرون، بعد بریم سراغ بعدی ها. ببینین من کویکست اگه بازی کنم کلیک، توضیح مختصر و خوبش اینه کویکست کلیک چپ رو از من میگیره به علاوه حذف اون منطقه. یعنی چی؟ یعنی ببین من آرکواردن بازی میکنم لول 2 میگیرم، ببینی کویکست این منطقه رو به من نشون نمیده. خب کسی که آرکواردن زیاد بازی کرده باشه میتونه با کویکست این موضوع رو هندل کنه. مدنی آره بچه هم میگفتم
که الان ببین من وقتی دبلیو میزنم بعد با کلیک چپ تایید کنم که کجا باشه، اما وقتی کویک هست میزنم یه اون ایریا رو به من نشون نمیده. یعنی آها هلا یعنی اینه من یه خودم باید حفظ باشم بدونم کدوم قسمت یوز میکنم. یعنی من چون کویکست خیلی زیاد بازی کردم الان میدونستم که چجوری باید دومو یوز کنم، که خودم توش باشم، انمی بیرون باشه و 100% میس بشه اتکش از هر چهار طرف. ببینی کلیک چپ نکردم، فقط موس حرکت دادم و اون اریای لول 2 من تو ذهن منه، نیاز ندارم که ببینمش. ولی برای کرونو زدن اون اریا خیلی خیلی مهمه که دقیق باشه و من از کویکس در میارم. پس آقا بسته به منه. پس تو لول زدن خوبیش اینه که کلیک چپ هست و میگیره و سریت میکنه و بعدیش اینه که اون منطقه رو به تو نشون نمیده. خوبه و بعدی کویکس تا تو لول ها. اما تو کوی اما تو تو آیتما از همه جهت خوبی داره به غیر از یه چیز. دابل رو از من میگیره، دابل کلیک رو از من میگیره. یعنی چی؟ یعنی ببین من اگه دگر رو بزنم اسپیس دو بار اسپیس کنم، یعنی منو میرسونه به سمت فاونتین. هر جا که فاونتین باشه دابل اسپیس من یعنی بکم میکنه به سمت بیس. اما تو کویک هست ما چیزی به اسم دابل اسپیس نداریم، متوجه این؟ اون دیگه سری بودنه که این سری بودن مستلزم کمارا گریپ هم. یعنی آقایی که بدون کمارا گریپ داری کوی کس بازی میکنی خیلی کارت سخته. بخوام اینجوری کنم بعد اسپیس کنم، دیدی حالا اینو ببین این خیلی سری تره. حتی رو خود همی صفحه هم میتونی این کارو بکنی. آلت میشه، آلت سانه این وکر، متوجه شدی؟ پس اینم آقا از این. آها نکته مهم، اون دابل کلیک ها الان میشن آلت، آلت اسپیس، آلت اسپیس. من میرم سمت بیس، میبینی؟ ببین آلت اسپیس، یعنی اوکی ناصر عزیزم یه در دقیقه به من تایم بده من این ستینگ رو کامل کنم، همون قولی که دیشب بهت دادم. یه حدود 10-12 دقیقه قصد دارم توضیح میدم راجبش. پس این تا اینجا بذار ناصر اینو کامل میکنم، نصف نیمه برش نکنم که امشب بذارم تو یوتیوب. پس شد آلت اسپیس. بعد شب که دوش دابل دبلیو ندارم. نه نداری دابل دبلیو هم نداری، بعد خودت رو خودت یوز کنی یا رو عکست. ببینی من موسم رو عکسمه. پس اینم از این. پس آقا من کلیک چپ ازم گرفته میشه و جایی که موسم باشه دگرم یوز خواهد شد. آره میتونی تو آپشن این قسمت کامرا اسپید امینیتی. پس آقا از توضیحات ابیلیتی چرا این دکمه خوبه، آیتم چرا، بریم سراغ این دو تا قسمت. یکی من گفت داده چرا تیپیت رو شیشه سخته. یکم گفتم ببین من یه زمان خب میپو اسپم میدادم 3000 تا گیم و خیلی راحت تا 5600-5700 این چش به هم زدن آب میکردم، حتی با اینکه کانتر میشدم. بچه ها آپارات حتی یادشونه تو اوریج 6600 هم من فرست پیک یه بار میپو زدم که فقط اثبات کنم میشه وین کرد، کانتر نمیشه اون هیرو. الان یه به شدت نرف شده، کاری نداریم. تا 5 بود بعد من 6 گذاشتم برای تیپی. آیتم چیه؟ ببینین من با این دکمه صفم رو جابجا میکنم. ببینین شما تو کامرا گریپ صفر رو میکشی، یعنی من این دکمه رو نگه میدارم و سفر رو میکشم. میبینی یه مدار کار کردم با کمره گریپ سخته اما با تمرین حل میشه.
برای توضیح هم راجع به کمره گریپ قبلا دادم، بازم میدم. آقا چرا من باید با کمره گریپ بازی کنم و چه برتریایی به من میده؟ خوبیاشو میگم، بدیاشو میگم. بدی واقعا نداره. به نظرم تنها چیزی که تو این چیزایی که من الان قراره بهتون بگم بدی نداره کمره گریپه. هیچ بدی نداره، همش سوده، همش سوده. فقط اولش یکم اذیت میشی، بهت میگم چرا اذیت میشی، ولی وقتی راه افتادی، اینم یکی از چیزای دیگه است که بهت میگم، MMRت هر چی باشه با کمره گریپ 300 تا میذاری روش. چرا میگم 300 تا؟ چون قدرتت رو کنترل فایت میاد بالاتر. الان بهت میگم چرا، خیلی میاد بالاتر. من این قولو بهت میدم چون واقعا تاثیر داره، واقعا ایمپکت داره کمره گریپ. الان راجبش صحبت میکنم، یه لحظه صبر کنین. من آیتمم رو این دکمه موسه، کمره گریپم رو اینه. پس این دوتا دکمه موس رو من گذاشتم و ازش استفاده میکنم. سلکت کوریر F2، آیتم که میخری با F3 برات میاره. و پرچس کویک بای چیه؟ اینه. ببینین من آیتمی که اول بازی میخوام بخرم و دستبنده میکنم. ببین شیفت که نگه میداری یه آیتم میاد اینجا، اما کنترل شیفت که نگه داری، مثلا دوتا ریسوند میخوای، دوتا ریسوند میخوای بگیری، پاور تریز میخوای بگیری، میولنر میخوای بگیری، هوریکن پاک میگیری. ببین با F5 همه رو الان میخرم. دیدی؟ مثلا تو لحظه که افتادن روم دارن میکشنم، بهتره که سریع آیتمامو بخرم که گلدم داون نشه. یعنی سریع با F5 اسپم میدم به جای اینکه بیام از پایین بخرم. این تا اینجا، بریم جلوتر. بریم برگردیم سراغ کمرا گریپ. خب کمرا گریپ فرقش با این چیه؟ با این فرقش چیه؟ کمرا گریپ ایمپکت، یعنی تأثیر مثبت کمرای من و قدرت کنترل فایت منو حداقل سه برابر میکنه، مخصوصا روی کسایی که کنترل گروپس بازی میکنن. یعنی چی؟ من ناگا بازی میکنم، چند تا ایلوژن فرستادم. ببین ایلوژن 2، ایلوژن 3، ایلوژن 4، ایلوژن 5 اگه لول 25 شده باشم، منتا آلت 1 آلت 2. حالا ناگا دارم بازی میکنم رو حالت اینجا 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 اینجا. حالا کمره گریپا دیدی؟ ببین این موس من کف پد، کمره گریپ کلن داره اندازه کف دست از من چیز میگیره، صفه میگیره. اما کسی که با که بدون کمره گریپ بازی میکنه، به خدا قسم یا دستش از پد میره بالا، دستش میاد سمت چپ پد، دستش میره سمت راست پد، یهو دیدین موس خیلی میره بالا، دستشونو میارن بالا میذارن وسط پد دوباره. من اینجوری شدم دیگه داداش، من از پشت پوک نیومدم، منم مثل شما بدون کمره گریپ بازی کردم. جدیدن یه گفتم یه 5-6 ماه دارم کمره گریپ بازی میکنم. بچه کمره گریپ برای کسایی که این دکمه کنار موسا ندارن، این وسط، این وسطی رو نگه میدارم و سفر رو جا به جا میکنم. بعد طرف میگه داداش من اون وسطی رو دستم میره پایین، چیکار کنم اینجوری نشه؟ میگم بیا تو ستینگت، بیا تو ستینگت به قسمت آپشن اینو بزن دیسیبل کامرا زوم. حالا نگاه کن، من دیگه صفم پایین و بالا نمیشه. کسایی که میگین آقا ما این دکمه کنار موس نداریم، میگم کامرا گریپ، بهم میگم موس 3. یعنی صفم پایین و بالا نمیشه. از این میتونی استفاده کنی و صفتو جابجا کنی. ولی من گذاشتمش رو 60م. به جای اینکه ببین من کامرا گریپو از 60 استفاده میکنم، یه سری از انگشت اشاره و انگشت شست خیلی راحت تره. چون من با این انگشت کلیک چپ، با این انگشت کلیک راست و با این انگشت کامرا گریپ جدا میشه. اما وقتی میخوام برم سراغ اسکرول، با یه انگشت باید دو تا کار انجام بدم. آره تو یوتیوب میذارمش، هم تو یوتیوب میذارم هم تو خود تویش. پس خیلی اینا مهمه که آقا من کمره گریپ، آها بریم سراغ نکته های دیگه ای کمره گریپ. من توی فایت خیلی پلیر به شما نشون دادم
که بدون کامرا گیری بازی میکنن و هیروشون اینجاست و فایت الان تو این صفحه داره اتفاق میفته. اما خودم وقتی کامرا گیری بازی میکنم 90% اوقات هیروم وسط صفحه است و به تمام اطرافم، یعنی تمام دورم رو دارم میبینم، اشراف کامل دارم. یعنی اگه یک کسی الان از بک من بخواد بیاد و من حواسم به مینی مپ نباشه به مشکل میخورم، اما اگه وسط باشم اینجوری نمیشه. خوبیه کامرا گریپ تو الان دوتا شد، همیشه دستم توی منطقه حرکت میکنه، توی همچین اندازه کف دستم. 90% اوقات هیروم وسط صفحه است، کنترلم روی فایتو به شدت بالاست، به شدت بالاست. من الان دستم داره انقدر پدو جابجا میکنه، انقدر پدو خدا شاهده، اما برای اینکه بخوام صفحه رو جابجا کنم انقدر پدو باید دارم، انقدر پدو باید بیام. اما با کامرا گریپ صفحه رو میکشم، همون راهی که رفتم رو برمیگردم، خیلی ایزی. همینه که به من میگی دودوش خدا وکیلی کامرا تو یه جوری موو میده انگاری داری کست میکنی، هم داری بازی میکنی هم فایتو کامل اشراف داری بهش، چون سری میتونم این کارو بکنم. آقا فایت دو تیکه است، دیدین یه لحظه میرم اونور فایتو نگاه میکنم برمیگردم، لازم نیست یه عالمه پد بره اونور یه عالمه پد بیاد، همون راهی که رفت سری برمیگرده. پس این قدرت کامرا گریپ تا الان سه تا نکته خیلی مثبت گفتم، چیزای خیلی زیاده هم هست ولی همینقدر فکر میکنم کافی باشه از قدرت کامرا گریپ. گفتم من بدون کامرا گریپ هم بازی کردم ولی پیشرفت با کامرا گریپ خیلی بهتره، خیلی سریع تره. بریم تو قسمت ادوانس آپشن. نکته خیلی مهم که باید بدونین، کویکست آن کی داون. خب من اگه اینو خاموش کنم، ببینین یه لحظه اون منطقه رو نشون داد بد یوز شد، اما اگه آنش کنم اون منطقه رو نشون نمیده و سری یوز میکنه. متوجه این؟ ببینیم من الان وسط این چهارتا، اون منطقه دیگه تو ذهنمه. دابل تپ ابیلیتی تو سلف کست مال کسایی که کویکست بازی نمی کنن. اما اسمارت دابل تپ چیه؟ اسمارت دابل تپ اینه من آلت رو نگه می دارم اسپیس، آلت اسپیسه. یعنی من اگه ببین اگه دابل اسپیس بود الان آلت اسپیس شده، فهمیدین چی شد؟ یعنی من آقا اینه که کویکست میگه ما دابل نداریم، یا مثلا فورسم الان آلت سیه، آلت اسپیس، آلت سی، آلت آلت بی، یعنی آلت بی رو خودم یوز میکنم. اوکی؟ بس آقا این هم از این قضیه که من چیکار کنم اگه کویکست بودم. لازم نیست اینا آن کنین، اینا رو آف بذارین. یوز لگسی کدم که یوز لگسی کی هم که بهتون گفتم میشه 2-1. اینا رو لازم نیست آن بشه. لفت کلیک اکتیویت کامرا گریپ. لحظه وایسی. آفش میکنم. شت. به خیال این قضیه میشی؟ یه سوال، یه چیز دیگه. میگن آقا چجوری لول میگیری بدون اینکه روش کلیک کنی؟ میگم کنترل رو نگه میدارم. ببین کنترل ای کنترل آر لولمو گرفتم. بچه اینو من نفهمیدم چیه. خب لفت کلیک اکتیویت کامرا گریپ، ولی فکر میکنم میگفت با کلیک چپ میتونی سفر رو جابجا کنی و واقعا لازم به این کار نیست. من گفتم کامرا گریپ با چه دکمه انجامش بدیم بهتره. خب بریم سراغ آپشن. اینو بزنی رو استاندار
نور نذارین، چون وقتی نور بذارین یه کریپو بزنه بعدش وای میسه، آلویز بذاری خودش اینجا باشه کریپ یا سمتش میزنتش، پس روی استاندارد باشه. و کویک اتک، کویک موف، باشه یه حرکتی بزنی. ببینین من یه سری اینا رو کامل توضیح دادم تو قبلی تو آپارات، اگه بخوام اینورم توضیح بدم 40-50 دقیقه میشه. این نسخه دو تکمیلیه، یه چیزایی که اونور نگفتم و اینجا دارم میگم. خب سعی کنین اونم ببینین، 15 دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. اوکی، کویک اتک، کویک موف، ولی مهم ها رو اینجا دوباره میگم. اینا زیاد لازم نیست سرش بحث شه، ولی رایت کلیک تو فورس اتک رو بهتون میگم چون مهمه و اینجا دوباره باید بگم. ببینین من به جای اینکه ای اتک بذارم با کلیک راست دینای میکنم. ببینین با کلیک راست بدون اینکه دستم رو ای بزنم، فقط با کلیک راست. ببینین یعنی لازم نیست با ای دکمه کیبورد ای رو بزنم و کلیپم رو دینای کنم، با کلیک راست دینایش میکنم. هله بریم تو قسمت ستینگ، قسمت ستینگ دوباره بریم توی آپشن. پس آقا این قضیه رایت کلیک تو فورس اتک بود. بعد یه گزینه هست به اسم دیفرنتیت الی هلسپر. این چیه؟ این اینه، من اولتی میکنم اصلی سبز پررنگ، اون یکی سبز کم رنگه. هله پس آقا این دکمه هم خیلی مهمه دیگه. بیام پایین تر تو ادوانس آپشن، اوتو ریپیت رایت موس، کلیک راست رو نگه میدارم و میبینی؟ آها، تکنیک و راه میون بر که با کمره گریپ راحت باشم چیه؟ اینه، من کلیک راست رو نگه میدارم و حرکت میکنم، میبینی؟ و تمام فوکوسم رو میذارم رو شستم به سفر رو جا به جا کنم. یعنی من کلیک راست رو نگه داشتم و فقط از کمرا گریپ استفاده میکنم. مستر سپارو، دوتا مودریتورام یعنی هم هزینه میگیرن و هم دارن زحمت میکشن. یعنی موسیقی خودت بهشون بگو، فکر نکنن من واقعا مثلا دارم از موسیقی میگم باید این کارو بکنی. لطفشه منم هواشو دارم، هم مطلقم هم میرشدو، یعنی خدایش مودریتور هم مهربونه ولی منم آدم نامردی نیستم. اکه اینم از این. پس آقا از این قسمت آیتم زد اسپیس سی وی بی ان اینا رو گفتیم. تو قسمت آپشن هم چیزای مهم رو گفتم بهتون که رعایت کنی و به دردتون بخوره. سری آیتم گرفتن رو گفتم امیر، اگه نبودی میذارم تو یوتیوب بعد ببین داداش، نمیخوام تایم کلیپ طولانیش عزیزم. پس آقا این از قسمت، این از قضیه آپشن، نکته های تکمیلی آپارات و ابیلیتی ها رو واقعا کامل گفتم. خب بزن ببینم چند دقیقه شد این ریکوردینگ اونلی بزن.